بنا شاید کمی و کاستی های وجود داشته باشد، اما باور ما است که با همه کمی و کاستی ها یک موفقیت بزرگ به افغانستان، مردم افغانستان و دولت افغانستان است و همچنان همکارای بین المللی ما که ما توانستیم یک بار دیگه اصل دموکراسی را تمثیل بکنیم، انتخابات برگزار شود و تعدادی از نماینده های مردم به پارلمان افغانستان راه پیدا بکنند. من مختصرا میخوام سه اصل اشارات مختصری داشته باشیم. یکی کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات من حیث گرداننده اصلی انتخابات. دو، تعداد از کاندیدان محترمی که خود نامزد کردن در این انتخابات و یک بخش و قسمتی از اینها راه پیدا کردن در اولسی جرگه افغانستان و یک تعداد هم راه پیدا نکردن. سوم هم مردم افغانستان است. بحث اول ما که کمیسیون یک جایگاه حقوقی در قانون اساسی افغانستان دارد. ماده 156 قانون اساسی افغانستان جایگاه کمیسیون مستقل انتخابات را تعیین میکند و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات با قانون انتخابات امورات مربوطه خود عیار میسازد. یک اصل مهمی که من حیث وصف از کمیسیون ذکر شده است مستقل بودن از کمیسیون است. قانون اساسی تصریح میکند که کمیسیون مستقل انتخابات، طبیعی است که این استقلالیت یک وصف مجرد و مجزا از کدام محتوا نیست، بلکه این استقلالیت از خود یک تعریف دارد. خوشبختانه که قانون انتخابات به نحو این استقلالیت تعریف می کند و جامع ترین تعریف برای استقلالیت کمیسیون عدم مداخله اشخاص مربوط به نهادهای دولتی و غیر دولتی در امور کمیسیون است. کاملا این بحث واضح است که هیچ شخصی از نهادهای دولتی و غیر دولتی در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله کردن نمیتواند. و ماده دیگر قانون تصریح میکند که همه نهادهای دولتی و غیر دولتی مکلف هستند، کلمه تکلیف ذکر شده، تا با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری بکنند. اما این استقلالیت به این معنا هم نیست که هر آنچه که کمیسیون خواست انجام بده، همه کار خود باید در پرتو قانون نافذه کشور انجام بدهد. هرگاه کمیسیون عملی را انجام بدهد قصدن و یا سهواً که در مغایرت با قانون باشد، در او صورت یک نهاد دیگری را قانون پیش بینی کرده که کمیسیون شکایات انتخاباتی است، باید به تمامی موارد رسیدگی بکنه. کمیسیون شکایات انتخاباتی هم یک نهاد است که در قانون انتخابات جایگاهش ذکر شده و اشخاصی که در آن برگزیده میشه با چه مدت برگزیده میشه، با کدام صلاحیت ها و با کدام مسئولیت ها، همه در قانون تسجیل است. کاری را که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده است، در اصل 4 معیار ما از قبل پیش خود تعیین کردیم که ما کار خود آغاز میکنیم بر رویت 4 اصل. اصل اول این بوده که همه کاری را کمیسیون انجام میده باید در مطابقت با قانون باشد، چرا کاری که قانونی انجام شود جواب دادن در برابر چنین یک کاری آسان تر است. و همه تلاش کمیسیون ای بوده که قانون نباید نقض شود. اصل دومی را که کمیسیون پیش خود قرار داده است که هر آنچه را که انجام میدهد کمیسیون جوابده و مسئولیت همه متوجه خود کمیسیون باشد. هیچگاه ما نمیخواهیم یک نهاد دیگه بیاید علیه ما قرار بگیرد و یا یک نهاد دیگه به دفاع از ما قرار بگیرد. و ما خواستیم که
روابط خود با تمام طرف‌ها حفظ بکنیم، هم با دولت افغانستان، هم با جامعه بین المللی، هم با نهادهای مدنی، با احزاب، با تمام جوانب زیرب در قضایای انتخابات. و هیچ گام نخواستیم کاری را انجام بدیم که یک استکاک بین دولت افغانستان و در بین جامعه بین المللی یا بین دولت افغانستان نهادهای مدنی به وجود بیاید. خوشبختانه که ما در این کوشش خود موفق شدیم. هر آنچه بوده پاسخگوی خود کمیسیون مستقل انتخابات بوده. اصل سوم را که ما کوشش ما این بود که باید رعایت شود جایگاه کمیسیون مستقل انتخابات یا اعتبار از این کمیسیون بود. شما شاهد هستید که کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته مشکلات متوجهش بوده و ما خواستیم که حیثیت کمیسیون مستقل انتخابات یا اعتبارش به گونه حفظ شود که ما در آینده ها انتخابات های زیاد دیگری داریم که مردم بالای از این نهاد اعتمادشون باقی باشه تا انتخابات هایی را که ما یکی پی دیگر در پیش روی خود داریم. خوشبختانه قانون اساسی افغانستان به خاطر رعایت اصل دموکراسی 7 انتخابات پیش بینی کرده. در واقع کمیسیون انتخابات هیچ وقت فارغ از برگزاری انتخابات در یک شرایط عادی و آرام نمی باشه. یک انتخابات پشت دیگه انتخابات صورت می گیره. باید حیثیت از این نهاد محفوظ بانه که مردم به این انتخابات اعتماد بکنن. اصل چهارم شخصیت ها یا اشخاصی است که در این نهادها کار میکنه. اعتبار شخصی هر کس پیش خودش محفوظ است. باید اعتبار شخصی اشخاص هم صدمه نبیند. بنان ما کاری را که به افغانستان میکنیم طبیعی است که نسبت به اعتبار خود ما هم متوجه میباشیم که ما در یک اجتماع زندگی میکنیم، با مردم خود زندگی میکنیم. نباید کاری انجام شود که خدای ناخواسته اعتبار شخصی ما لطمه ببینه. با امی 4 اصل خوشبختانه ما انتخابات برگزار ساختیم و تا امروز پیش آمدیم که ما شاهد اعلان نتایج نهایی انتخابات هستیم. حالا خوی همه یک ادعا خواهد بود که کمیسیون خب همیشه ادعاهای داشته ولی اتهاماتی هم وجود دار. یک اتهاماتی بود که قانون نقض شده.